سلام، رضا فیاضی هستم. در یک ویدیو دیگه خوش آمدید. دوستانی که تا حالا در این کانال سابسکرایب نکردن لطفا سابسکرایب کنید، در پله سابسکرایب زنگوله هم فشار بدید تا در آینده ویدیوهای جدیدی که آپلود میکنم زودتر با خبر شوید. و دوستانی که علاقه من درباره مهاجرت در کشور نروژ هستن و میخواد یکم اطلاعات کسب کنن، این ویدیو رو تا آخر ببینید. و اگه کدوم سوالی داشتید میتونید در سوالات در کامنت بنویسید، باز در اولین فرصت من جواب سوالاتتون رو خواهم داد. همونطور که گفتم در این ویدیو میخوام که درباره مهاجرت با کشور نروژ گپ بزنم. کشور نروژ یکی از جذابترین کشورهای اسکاندیناوی برای مهاجرت هستش و در این ویدیو میخوام که شرایط مهاجرت به کشور و از و انواع روش های مهاجرت رو میخوام بررسی کنم. بچه ها، نروژ که هستن یکی از کشورهای اروپایی هستن که واقعا سیستم اقتصادی بسیار قوی داره و اولین اقتصاد نفتی اروپا هستن و خیلی در نظرم خیلی کشورها در جهان پیدا نمیشه که چیز شو هزینه دانشگاهیشون مجانی باشه، ولی در کشور در نروژ هزینه دانشگاه مجانی هستن و چیشان کیفیت آموزشیش هم که یکی از بهترین ها در جهان هستن. و جالب هم بدانید که نروژ سازمان ملل در صدر بهترین و با کیفیت ترین استانداردهای زندگی بین کشورهای دنیا که است چیز کردن، انتخاب کردن. بچه ها، ویزای مختلف که است برای ورود در نروژ وجود داره و یک خبر خیلی خوب، واقعا خبر خیلی خوب ایه که شما بعد از 5 سال اقامت مداوم در نروژ میتونید اقدام به اقامت دائمی نروژ کنید که واقعا خیلی خیلی گزینه خوب است. و میریم درباره 4 تا ویزای که شما میتونید در نروژ بیایید دربارش گپ بزنید. اول اینکه از طریق ازدواج، دوم از طریق تحصیل، سوم از طریق سرمایه گذاری و چهارم از طریق یک فن، یک متخصص که شما داشته باشید. میریم اول درباره گزینه اول گپ میزنیم، گزینه ازدواج که یا از طریق همون نیمه گم شده. شرایطی که از طریق ازدواج میتونید در نروژ بیایید یه که شما باید تبعید نروژ ازدواج مونید، باز فرق نمیکنه چی زن باشه چی مرد باشد، و شما چیز داشته باشید، باید از لحاظ اقتصادی باید اقتصادتون خوب باشد، یعنی در سال باید 260 هزار کرون درآمد داشته باشید، کمتر از او اگر داشته باشید نمیتونید اقدام کنید. بعد البته نفر که اینجا زندگی میکنه درآمدتون باید بالای 260 هزار کرون باشد و که واقعا خیلی درآمد زیادی نیه. اگر شما کار دائمی داشته باشید که هیچ تک کدوم تحصیلی هم نداشته باشید راحت میتونید در سال 300 هزار کرون در نروژ داشته باشید. و بعد چند تا شرایط دارن. شرایط اول هم یه که شما پیش از ازدواج باید 2 سال همدیگر رو بشناسید، با هم ملاقات داشته باشید و چیزا نفری که بیرون از نروژ زندگی میکنن باید 24 ساله باشد، اگه کمتر از 24 باشد قبول نمیکنن، امکان چنین دیگه. بعد از اون شما باید اسنادهای لازم رو ببرید در سفارت، در چیز کنید، درج کنید که اونجا که شما با هم ازدواج کردید، ازدواج رسمی کردن، و بعد از اون میتونید اقدام کنید که نیمه گمشده خو یا نفری، حالا هر چی شما میگین، میتونید در کشور نروژ بیارید. باز بعد از 5 سال در نروژ که زندگی کردین میتونید چیز کنید، اقدام به اقامت دائمی نروژ کنید. یه گزینه اول بود. گزینه دوم که هست از طریق تحصیل هستن. شما از طریق تحصیل میتونید که ویزای نروژ بگیرین و بیاین در نروژ تحصیل کنید. دانشگاه نروژ که هستن جزو برترین دانشگاه های دنیا هستن، واقعا سطح علمی خیلی بالای برخوردار هستن و چیزن یکی از خوبی های چیز تحصیل در دانشگاه نروژی هست که واقعا هیچ تبعیضی بین دانشجوی خارجی چیزن وجود ندارن، هیچ کس نمیپرسه که تو از کجا هستی، از کدام کشور هستی، چه زبان گپ میزنی، چه ملیت هستی، رنگ چه رقم است، و این واقعا خیلی خوبن. اگه باشم واقعا خیلی 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 کمن که شاید یگان نفر اگه تا
تجربه کنن این چیز رو. دیگه هزینه تحصیلی در نروژ در دانشگاهش که رایگان هستن که مجانی هستن. و اگه میخواید درباره در مقطع دکترا درس بخونید، در نروژ خود شکار حساب میشن که شما میتونید بالای 25 تا 30 هزار کرون درآمد داشته باشید که هم در مقطع دکترا تحصیل میکنید و همونطور که گفتم هم کار حساب میشن که شما میتونید از طریق از او هم درآمد کسب با شما مثلا شما بعد از تحصیل در مقطع دکترا که هستن در نروژ میتونید اقامت درخواست اقامت دائم کنید که واقعا امکان 80-90 درصد دارن که در شما اقامت دائم در نروژ بیده. البته در مقطع رو گفتم در مقطع دکترا دیگه پایین تر از او اگه باز فرق میکنه که شما در کدام رشته تحصیل کردید، باز بعضی چیز هستن بعضی رشته هاست در نروژ که واقعا چیزن دولت نروژ دخل لازم دارن، باز اونا را امکانش هست که مثلا در اونام اقامت دائم نروژ بدیم. بچه‌ها میریم روی گزینه سوم که شما از طریق کار میتونید در نروژ بیایید و او چی رقم اولم یک شما یک سابقه کاری خوبی باید داشته باشید یا یک فن و علمی حرفه‌ای باید بلد باشید. دیگه در او شرایط باز ویزه نروژ برایشون فراهم میشه. باز خوبیش یه که در نروژ واقعا تنوع فرصت های بسیار کاری بسیار زیادی هستن و همونطور گفتم باید یک تخصص باید بلد باشید، حالا دکتر باشید یا انجینیر باشید، ولی تحصیلتون باید بالا باشد. دیگه من خودم چند تا 3-4 تا از چیز میشناسم از زمین هندوستان، چند نفر از هندوستان میشناسم که در نروژ آمدن کار میکنن تا یک سال دو سال میشه که اونا تخصصش چی از کامپیوتر خونده، انجینیر کامپیوتره که واقعا نروژ خیلی خیلی زیاد لازم دارن. دیگه از هندوستان واقعا خیلی زیاد میاد و بیشترشون اکثر 80-90 درصدشون هم چیزن همین تخصص کامپیوتر دارن که چیز میکنن میان همینجا کار میکنن که نروژ واقعا خیلی زیاد لازم داره و کامپیوتر انجینیر کامپیوتر ازش. باز چیزن خوبیش یه که بچه شما بعد از 3 سال اقامت در نروژ باز میتونید که اجازه کار زندگی در نروژ کسب کنید. بعد از او البته باید چیزن در این مدت 3 سال هم باید مالیات پرداخت کرده باشید. باز یک شرایط دیگه شیمه که شما مثلا کدوم جرمی هیچ جرمی نباید مرتکب شده باشید و زبان آزمون زبان نروژی رو باید بگذرانید که این یک از شرایط هایش هستم و شما بعد از 7 سال باز دوباره میتونید که اقدام به تابعیت نروژ کنید. خب بچه ها گزینه چهارم همه که شما میایید در نروژ سرمایه گذاری میکنید، یک پول هنگفت را میایید اینجا سرمایه گذاری میکنید، یک شرکت میزنید. باز از اون طریق باز میتونید که خیلی هم راحت چیزه ویزه نروژ به دست بیارید و این گزینه که است. خب در کشور که برای شما پول داشته باشی سرمایه گذاری کنید که ویزش راحت هست، هم نه نروژ حالا هر کشور که باشد. دیگه فکر کنم یکی از راحت ترین گزینه یه که آدم میتونن در کشور نروژ بیان. بچه ها گزینه آخر که هست از طریق پناهندگی هست که شما در نروژ میایید پناهندگی میدین. اگه او هم اگه پناهندگیتون قبول شد با شما را چیز میکنن یک اقامت 3 ساله میدین. باز اوی اقامت 3 ساله تان که خلاص شد کدام جرمه هیچ جرمه مرتکب نشده باشید با شما را اقامه دائمی میگه که 2 سال هستن میدین. بعد از 5 سال باز کدام گفتم همونطور کدام جرم مرتکب نشده باشید تست زبان نروژی رو باید چیز کردن پاس کنید. بعد از اون میتونید که اقدام در چیز کنید اقامت دائمی نروژ کنید که واقعا از این طریق واقعا خیلی سخته، خیلی سختن در این وضعیت کرونا دیگه. نروژ شرایط پناهندگی در نروژ فعلا خیلی سخته، فقط کمتر از 9% مردمایی که در نروژ میان پناهندگی میدن فعلا قبول میشن. دیگه واقعا خیلی یعنی خودشون فکر دیگه شانس خیلی کمه. دیگه در اون زمانی که من در نروژ اومدم در سال 2009 بود فکر کنم در سال 2009 بود من در نروژ اومدم، اون زمان واقعا من چیزم بودم دیگه خورد بودم. باز اون زمان واقعا خیلی راحت بود، من در مدت زمان 5-6 ماه قبول شدم. بعد از 5 سال بدون کدوم مشکل اقامت دائمی خود در نروژ گرفتم.